اگر خاطرتون باشه ما وقتی میخواستیم اتم‌ها رو بچینیم میگفتیم تو هر چیزی که داشته باشیم، هر اوربیتالی که داشته باشیم دو تا الکترون جا میشه. در واقع دو تا هم به خاطر اینکه من دو تا حالت اسپینی رو میتونم مجزا بذارم. دلیل این بود که الکترون ها یه چیزی هست به اسم فرمیون و فرمیون ها در واقع اینطوریه که هیچ دو فرمیونی نمیتوانند در حالت کاملا مشابهی باشه. این دو تا الکترون نمیتونید پیدا بکنید که همه چیزشون عین هم باشه. توی مثلا اتم هیدروژن یا اتم های دیگه اگر حالت فضایشون یکی باشه، یعنی توی یه دونه اوربیتال باشن، ناچارن که حالت اسپینشون متفاوت باشه. این خاصیتی که فرمیون ها دارن بسیاری از چیزهایی که ما میشناسیم فرمیون هن. الکترون، پروتون، نوترون، اینا همه فرمیون هن. میون، نمیدونم چیزهای مختلف. در واقع اونایی که اسپینشون نیم صحیحه موجودات فرمیونی هستن. یعنی هر موجودی پیدا کردن که اسپینش یک دوم، سه دوم، اینجور چیزا هست، این میشه فرمیون. برخلاف اینا یه چیزهای دیگه هستن به اسم بوزون که اینا اسپینشون صحیحه، صفر، یک، دو و از اینجور چیزا. و اینا خاصیتی که دارن اینه که تمایل به این دارن که دست جمعی در یک حالت قرار بگیرن. حالا اینو میشه یعنی چیز دقیق تر کرد، من دقیق ترش رو نمیخوام واردش بشم. اینکه دامنه احتمال اینکه اینا برن توی یه دونه حالت اگر n تا باشه رادیکال n برابر میشه، یه همچین چیزی داره. بنابراین این شانس رو دارن که توی حالت‌های مشابه تعداد زیادی از اینا ببینیم. و خب یه تعداد موجود هستن که بوزون هستن، مثل نور، فوتون. فوتون در واقع چیزیه که ما میدونیم که بوزونه. اما صرفاً وابسته فقط این نیستش که فوتون رو بگیم که بوزونه، چیزهای دیگه هم داریم. ولی چیزی که خیلی ملموس باشه و بتونیم باش کار بکنیم در واقع اینه که من یک تعداد زوجی فرمیون رو بگیرم و یه جوری به هم بچسبونم. مثلا اتم هلیوم رو نگاه بکنید، دو تا پروتون، دو تا نوترون و دو تا الکترون داره. همه اینا هر 6 تا موجود چیزای فرمیونی هستن. و حالا که فرمیونی هستن معنیش اینه که 6 تا اسپین یک دوم داریم و اسپین اینا مجموعاً، حالا میتونید جذب بکنید در حالت عادی دو به دو اینا همدیگر رو خنثی میکنن و یه اتم هلیومی دارید که به طور کامل یه دونه اسپین صفر میشه چیز کرد. و این اسپین صفر معنیش اینه که حالت بوزونی داره. حالا حالت بوزونی وقتی داریم اینا دوست دارن که توی یه حالت قرار بگیرن. پدیده ای که دیده میشه از این لحاظ که اینا خیلی دوست دارن توی یه حالت قرار بگیرن، پدیده‌ای به اسم ابرشارگی. ابرشارگی وقتی ما هلیوم رو داشته باشیم، دماش رو بیاریم پایین به حدود 2-2.5 کلوین بیاریم پایین، یه خاصیتی دیده میشه توش، بهش میگن ابرشارگی. و این ابرشارگی معنیش اینه که حرکت این مایع هلیوم تو اون دمادیگ مایع
به صورت خیلی روانه و هیچ اصطکاکی عملا نداره. این اصطکاک نداشتن به خاطر اینکه دست جمعی دارن حرکت میکنن و وقتی دست جمعی دارن حرکت میکنن یکی بخواد بگه از من میرم پراکنده میشم و یه جوری در واقع اصطکاک تولید میکنم، بقیه میگن چه کاری، همه با هم داریم میریم دیگه. و اینکه همه دارن با هم میرن همینه که تمایل دارن دست جمعی چیز میکنن دیگه، مانع این میشه که این بره یه حالت دیگه قرار بگیره. پس من یه همچین چیزایی دارم، ابرشارگی شبیه به این، ولی میخوام همین پدیده رو به یه معنی توی نور نگاه بکنم که اینا خاصیت‌های بوزونی دارن و بهش میگم که بهش لیزر میگم. حالا لیزر چیه؟ من یه اتمی میگیرم که دو تا تراز خاصش رو در نظر میگیرم، دو تا تراز مشخص که الکترون میتونه تو این تراز یا تو این تراز باشه. برای به دست آوردن نور من کاری که میتونم بکنم اینه که یه الکترونی این بالا باشه و بعد بیاد پایین و به هم یه دونه نور بده. این خاصیتیه که من میدونم که نور تولید میشه، یعنی شیوهیه که میدونم نور تولید میشه و خیلی دوست دارم بدونم آیا من میتونم این نورهایی که تولید میشن با توجه به این خاصیت بوزونی یه کاری بکنم که تعداد زیادی نور که حالت مشابهی دارند درست بشه. اگه حالت مشابه داشته باشن، درست شبیه به اون چیز ابرشارگی که گفتم، خاصیت پراکندگی خیلی کمتر دارن، همه دست جمعی یک راه و یک مسیر رو میرن و برای همینه که هیچ، یعنی تا مدت ها بدون اینکه تقریبا خیلی از هم دور بشن و یک چیز بکنن راهشون ادامه میدن. من میخوام ببینم چه این اتفاقی میتونه بیفته یا نه. یه نظریه هست، نظریه اینشتین، میگه که فرض کنیم که حالا یه مشت اتم دارم که از این جنسن و تو بعضی از این اتم ها الکترون پایینه و تو بعضی از این اتم ها الکترون بالاه و بعد میخوام که و ممکنه از این بالا این اتم ها بیان، این الکترون ها بیان پایین و این نور رو بدن و من میخوام حساب کتاب بکنم با توجه به این شرایط آیا نور قابل توجهی دیده میشه یا نه. من چند تا روش دارم برای اینکه یه جسمی حالا یا از این بره بالا یا از این بیاد پایین. یه روش اینه که در واقع یه نور بیاد به یه الکترونی که اینجا هست یه جوری برخورد بکنه و اینو بفرسته بالا. پس یه روش بالا رفتن دارم که خب بعد ببینم چند متناسب با اینکه چند تا الکترون تو تراز پایینی دارم، یعنی N1، هر چی تعدادش بیشتر باشه احتمال این برخورده بیشتره، چند تا فوتون دارم که تو این محیط داره میچرخه، هر چی تعداد فوتون ها بیشتر باشه، من F رو میذارم در واقع نشونه ای از چگالی فوتون ها، هر چی بیشتر باشه طبعا این برخورده بیشتره و این متناسب با این یه همچین اتفاقی، حالا یه بی هم میذارم که با متناسب با این احتمال این که از اینجا بپره بره بالا یا آهنگ گذار از تراز پایینی به بالاییه، یه همچین چیزی. یه دونه مسیر برگشت دارم که در واقع متناسب با اینه که چه تعداد الکترون اون بالا داریم. اما مسیر برگشت هم اینه که این الکترون از این بالا بپره پایین یه دونه فوتون بده. خب در نگاه اول میگیم که خب این هر تعدادی این بالا باشه فقط باید ببینیم چند تا این بالا خودشون میان پایین و اینو میدن، ولی مسئله اینه که برمیگردیم به اینجا که اگر یه تعدادی چیز اونجا باشن، فوتون اونجا باشه، این که این ذره قلقلک داده بشه بیاد پایین و اون فوتون رو بده افزایش پیدا میکنه، بنابراین یه فاکتور F هم اینجا سر و کلش میشینه. یه ضریب دیگه هم هست، منتها این ضریب از قضا در میاد که با این برابره، ولی این تنها روش پایین اومدن نیست. یه روش دیگه هست که چیز خود به خودیه، اصلا هیچ فوتونی این وسط ها هم نباشه،
فقط یه تعدادی الکترون اینجا داریم، اینا خودشون واهلش میکنن به اینجا و یه فوتونی به هم میدن که اینو با یه ضریب A نشون میدیم. اوه، پس ما این سه تا چیز رو دارم، میتونم ببینم که مثلا dN1 به dt چی میشه؟ تغییرات N1 نسبت به زمان با این آهنگ ازش کم میشه، پس یه دونه منفی bN1 F دارم، با این آهنگ زیاد میشه، bN2F دارم و با این آهنگ بازم کم میشه، زیاد میشه، N1 زیاد میشه، به علاوه aN2. میتونیم dN2 به dt را بنویسیم، طبیعتاً منفی dN1 به dt، هرچی اینجا کم بشه اونجا زیاد میشه و برعکس. بنابراین چه این چیزی؟ حالا اگر برسیم به تعادل، یعنی فرض کنیم سیستم دیگه به تعادل برسه، معنیش اینه که اینا باید برابر با صفر بشن و البته تعادل رو من میدونم که قاعدتاً N2 به N1 باید بشه چی؟ اگر توی دمای مشخصی به تعادل برسن این میشه E به توان منهای بتا E2 منهای E1 که بتا 1/kT بذارین بنویسم 1/kT و اینم اسمشو میذارم و اینم هستش H خط امگا. در واقع اگر من اختلاف انرژی رو چیز بکنم، با توجه اینکه با این اختلاف انرژی یه فوتونی داده میشه با یک بسامد امگا، بسامد زاویه امگا، بس انرژیش هست H خط امگا، پس اختلاف تراز اینا انرژیش H خط امگا، پس این میشه چنین چیزی. من اینو میخوام بذارم صفر و سوالم اینه که چگالی فوتون ها چقدر در میاد؟ میتونم من به این خاصیتی که میخوام یه تعداد زیادی مثل هم داشته باشم برسم یا نه؟ و این میگه که هم F در یه بیان فاکتور بگیرم N1 منهای N2 مساوی است با aN2 و این میگه F برابر است با A بیوم در یه دونه N2 توی صورت یه N1 منهای N2. صورت و مخرج رو تقسیم بر N2 میکنم، یه دونه N1 به N2 دارم منهای 1 و این میشه یه دونه A بیوم 1 منهای چی؟ این N1 به N2 چیه؟ اما برعکس اینه دیگه، میشه E به توان H خط امگا به روی KT منهای 1. آشناه این در واقع از روی مکانیک آماری در میاد که میگه اگر من دو تا تراز انرژی داشته باشم، دو تا حالت انرژی داشته باشم که چیز داشته، هر کدوم انرژیش E1 باشه E2 باشه، احتمال حضور تو اونجا متناسب با E به توان منهای انرژی تقسیم بر KTه. من از اونجا آوردم، حالا گفتم احتمال حضور تو دومی نسبت به احتمال حضور به اولی میشه تقسیم این دوتا به هم که ای به توان منهای تفاضل انرژی تقسیم بر کیتی میشه. آره، این چیزیه که ما توی تابش جسم سیاه دیدیم و خیلی طبیعیه، یعنی فوتون ها هم توی دمای مشخص هستن و این نمیتونه کارمون رو راه بندازه. این چیزی نیستش که به همون چیز بده، لیزر بده. برای اینکه لیزر داشته باشیم حتما باید یه کاری بکنیم که این N2 خیلی پر باشه، یه کاری کنم اون بالایی خیلی پر باشه، اون وقت هی تپ و تپ اینا بیان پایین و اون وقت این فوتون ها اینقدر زیاد بشن و همدوست باشن
اصطلاحاً، یعنی همه توی یه حالت باشن، یا وقت لیزر درست بشه. پس من باید یه مکانیزم، یه سازوکاری درست بکنم که الکترون‌ها رو از اینجا بفرستم این بالا. چجوری میتونم بفرستم بالا؟ چی؟ آره، ولی افزایش دما باز این سیستم رو توی یه دمای مشخص نگه می‌داره. فوتون‌ها انگار یه کوره گذاشتی. چی؟ اختلاف پتانسیل بذارید. در واقع کاری که اگر چیزی باشه اینه که دارید این ترازا رو یه جوری جابجا می‌کنید وقتی که اون بسامایتون هم اصلا به هم می‌ریزه. اما شاید یکی از چیزایی که به ذهن برسه اینه که آقا من نور بتاونم، تقی به اینا بزنم که بره بالا. خب اگر بزنید باز همون نوره، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه، همین کاری که کردید. خلاصه آدما نشستن ببینن چه کار میشه کرد. شیوه های مختلفی هست، ولی یکی از ساده‌ترین شیوه ها اینه که یه تراز سومی بذارن، تراز سومی بذارن و یه کاری بکنن که یه نورهایی بتابونن که این الکترون پاشه بره به تراز سوم. پس بمبارانش میکنن با یه نوری، با یه بسامد مشخصی که اینو میفرسته به تراز سوم. منتها وقتی میرسه به تراز سوم و میخواد بیاد پایین، احتمال اینکه بیاد تو این تراز بیشتره تا اینکه یک راست بیاد تو تراز پایه. و این تراز هم یه جوری میسازن، یعنی باید طراحی بکنن، ماده مناسبی انتخاب بکنن که بعد از اینجا به پایین اومدن کار ساده ای نباشه. خب کار ساده ای نباشه یعنی چی؟ معمولا به اینا میگن ترازای نیمه پایدار. مثلا اگر چیز باشه، اگر قواعد انتخاب اجازه نده از این بیای به این، یعنی به این راحتی این اتفاق نمیفته، باید یه اتفاق عجیب غریبی بیفته و طول عمر این تراز خیلی زیاد میشه. مثلا طول عمر چیزای عادی ممکنه 10^-9 ثانیه باشه، این مثلا برسه به چند ده میکروثانیه، یعنی 1000 برابر یه چیز عادی. بنابراین پس یه ترازی میسازن که شبه پایداره، میفرسته اول تو این تراز بالایه، این خود به خود میفته تو این تراز شبه پایدار و چون شبه پایداره مدت زیادی الکترون ها اون تو میمونن و در اینچه جمعیتش اونجا زیاد میشه. حالا که جمعیت زیاد شد، حالا من میتونم کلی فوتون داشته باشم که چیز باشه، هی اینا من تون تون پمپ میکنم میره اینجا و جمعیت اینجا رو خیلی زیاد میکنم، اینا هم هی میفتن پایین و این سازوکاری که مال بوزون هاست کاری میکنه که همه اینا همسو و هم راستا با هم حرکت بکنن و یه دونه لیزر بر من درست میکنه. یه ایرادی ممکنه پیش بیاد و اینکه به هر حال یه تعدادی هم الکترون این پایین هستن. شما هی این چرخه رو دارید میفرستیشون اون بالا، اینا زودی میان پایین، بالاخره میفتن پایین و اینجا هستن تا یه چیز دیگه بهشون بخوره و بره بالا. من دارم سعی میکنم بمبارون کنم که با این بره بالا، اما وقتی لیزر به وجود داره میاد، تعداد زیادی هم فوتون هستن با همین بسامد و اینا یه جوری اینا رو سعی میکنم بفرستم این بالا. برای همین مسئله به وجود میاد، نمیتونن، یعنی از یه حدی انرژی این لیزر رو نمیتونن ببرن بالاتر به خاطر وجود الکترونایی که اینجاست. چی کار کنیم؟ میخوایم این تراز رو هم خالی نگه داریم. پیشنهاد بدین چی کار میشه کرد؟ این سازوکار رو یک کمی پیچیده تر کرد به شکلی که ترازمون این پایینی خالی بمونه. ببین من یه سری الکترون اینجا دارم تو این تراز پایینی با یک فوتون هایی که انرژیشون انقدره بمبارون کردم، به تدریج باعث میشه که یه لیزری با فوتون هایی که انرژیشون انقدره به وجود بیاد اینجا و همینا اون وقت به جای اینکه الکترون ها این فوتون ها رو جذب بکنن که برن این بالا، یا تعدادشون این فوتون های خود لیزر اصلیمون رو جذب میکنن.
آره، و در نتیجه از فوتون ها اون کم میشه. خب پس من باید یه جوری یه کاری بکنم که از فوتون ها اون کم نشه. آره، ولی به هر حال این اتفاق یه کمی من شدت رو از یه حدی، شدت لیزر رو از یه حدی نمیتونم ببرم بالا، و برام خیلی مهمه که شدت لیزر بتونه تا جایی که میتونه بالا بره. کاری که میتونیم بکنیم، بله، یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که بگیم آقا این ترازم ناپایدار باشه و اینا سریع بپرند توی تراز دیگه ای و من از اینجا بفرستمشون این بالا، یعنی لیزر چهار ترازه درست بکنم، از اینجا میفرستمشون بالا، سریع میان اینجا گیر میکنن، به اندازه کافی گیر میکنن که بتونن این لیزر، یعنی همراه با این بقیه بتونن بیان پایین، بسامت های مناسب رو بدن. بعد به اینجا که رسیدن سریع باز میپرن پایین و هیچ تجمعی اینجا نداریم. به این ترتیب من یه لیزر خیلی مؤثری تونستم بسازم که حالا خیلی وقتا لیزرها از اینا درست میشه. ما انواع اقسام لیزرها داریم، همشون این شکلی نیستن. مثلا یه لیزر دیگه ای هست که شاید خیلی شنیده باشید، لیزر هلیوم نئون. لیزر هلیوم نئون اصلا از این کارا نمیکنه، از این لوس بازی ها از خودش در نمیاره، از یک سیستم کاملا متفاوتی چیز میکنه. در واقع من تونم بذارید اعداد ارقام دقیق ترش رو تونم بگم. دو تا ماده داریم، یکی هلیوم و یکی نئون، و این دوتا هر دو چیزن، گازن، لیزر گازی هن. هلیوم یه دوتا ترازی داره که اختلافشون بیست ممیز 61 الکترون ولت و یه چیزی داره، نئون یه سری تراز داره که بین این اولی و آخریت هم انرژی نیستن، من فقط یه جوری برای اینکه هم تراز باشن چیز کردم. این 20 ممیز 66 الکترون ولت، خیلی شبیه به همان، یه کمی فاصله دارن و این یکی 18 و از اینجا تا اینجا 18 ممیز چنده؟ 70. حالا کاری که میکنن اینه که در واقع هلیوم رو میفرستن با نور بالا، منتها یه هلیوم میاد میخوره به یه دونه نئون، از طریق برخورد، این برخورد میتونه کشسان نباشه، یه مقدار انرژی این داده بشه به اون، از جمله این اتفاقی که میتونه بیفته و یه جوری حالا با تنظیم چگالی ها و اینا کاری میکنن که این اتفاق مرسوم باشه که یه دونه الکترون این از اون بالا بیاد پایین، به جاش یه دونه الکترون این بره بالا، این اتفاق میفته. بنابراین بالا بردن الکترون تو این مسیر نه با فوتون بلکه با برخورد، با برخورد این انجام میدن و اون وقت میاد اینجا این لیزرمون تو این بازه انجام میشه، بعد از اینجا تق تق خودش میفته پایین. پس ما میتونیم به شیوه های مختلف چیز کنیم. مثلا لیزرها عادی که دارید بهش میگن لیزرها دیودی که اونم باز سیستمشون متفاوته. پس من با شیوه های مختلف چیز دارم، فقط کاری که باید بکنم اینه که تراز بالایی رو پر جمعیت بکنم، تراز پایینی رو خالی از جمعیت بکنم. اگر سازوکاری بتونم درست کنم که چنین چیزی باشه، خیلی نزدیک میشم به این که لیزر بسازم. تا لیزر چند تا چیز داره، یکی این که چند تا خاصیت، این که چقدر بسامد چیزه دقیق تنظیم شده،
میتونه بسامد، مثلا من یه لیزری دارم که مثلا سبزه، فرض کن مثلا یا قرمزه، اینا یه بسامد مشخصه دارن، ولی بسامد خیلی خیلی دقیق نیست، یک کمی میتونه کمتر یا بیشتر باشه. مثلا تو همین مورد گازی مثلا بخواید در نظر بگیرید، خب یه دونه این میخواد بیاد پایین، یه دونه اتم نئونه، چون گازه اینا سرعت دارن، اگر سرعت دارن باعث میشه که یه خاصیت دوپلری ظاهر بشه، در نتیجه بسامده یه کمی زیاده یه کم کم بشه. چی نه، مثلا انواع اقسام چیزا هست. ببین شما اگر بخواید یه دونه چیز دقیق داشته باشید به بی نهایت زمان نیاز دارید، همین که زمان رو کوتاه کردید توی زمان مشخصی دارید میکنید، اینه. یا ابعادتون رو مشخص کردید، اینا خودش میتونه چیز بکنه، ولی راه داره. اینا میان انواع اقسام راه ها به کار میبرن برای اینکه لیزرشون رو تمیز بکنن استراحت که با چیز بده. مهمتر از حالا تک بسامد بودن، گاهی حتی اینا میخوان چند بسامدی باشه حالا به یه شکلی، ولی تمیز کردنش اینه که تک بسامد باشه. مثلا اینه که هم دوست باشه، اینا با توانش میخوان زیاد باشه. خیلی چی؟ چی؟ آها، قطبشه اینا. نه قطبشه داستان متفاوتیه. قطبش میگم یه تناب اگه داشته باشید اینطوری یا اینطوری بکنید، دو تا قطبش مختلفه. نور هم میتونه میدان الکتریکیش اینطوری باشه یا اینطوری باشه. اینا قطبشاش هم مهمه، یعنی یه وقتایی میگن که قطبشی که من لیزری که میخوام درست بکنم دقیقاً چه جوریه، اینا رو هم پارامترایی هستش که بهش نگاه میکنن. ولی مثلا میگم این تک بس آمده طول همدوستی چقدر فاصله داره بره که این اون خاصیت که همراه با همه رو تقریبا از دست بده، اینا چیزای مهمیه. توانش خیلی مهمه و اینکه به یه لکه لیزر دارید و اینکه شدت نور تو این لکه چجوریه. معمولا یه پروفایل شبیه به گوسیه که این وسط انرژی بیشتره چگالی و بعد هرچی میرید دورتر کمتر میشه. تنظیم اینا چیزاییه که در واقع اگه درس لیزر رو بردارید تمام اینا رو دونه به دونه بهتون میگن چجوری این کار کنید. و هزاران کاربرد داره، کاربرداش خیلی زیادن. یکی از مهمتریناش برای اندازه‌گیری، انواع اقسام اندازه‌گیری. شما مثلا فاصله تا ماه رو خیلی دقیق میتونید چقدره، و اونم با استفاده از لیزر. یه چیزی اونجا کاشتن آینه ای و بعد نور لیزر خاصی تابوندن برگشته و اندازه گیری کردن که فاصله تا ماه چقدر. ببین یه جوکی هست، میگن که مثلا من معلم یکی از شما رو میارم اینجا سوال میپرسم، میگم فاصله اینجا تا مشهد چقدره، و بعد مثلا دانش آموز یا دانشجوی خوب میگه که آقا فاصله اینجایی که ما هستیم یا اینجایی که شما هستین تا مشهد کدومش رو میگی؟ خب تا مشهد، خب این سوال بی ربطه، ولی به نظر میرسه تا ماه ربط داره، یعنی ما با دقت سانتی متر تا اون نقطه چیز رو میتونیم اندازه بگیریم که فاصله زمین تا یک نقطه، فاصله یک جای مشخص زمین تا یک جای مشخص ماه چقدره. این برای ما خیلی خیلی چیزه که اندازه گیری هامون خیلی دقیق میتونه بکنه با چیزهای مختلف. کارهای دیگه ای که میکنه هولوگرافیه، مثلا شما میتونید تمام نگاری بکنید، عکسای سه بعدی و اینجور چیزها درست بکنید به خاطر باز همین خاصیت هایی که داره. ولی یه کاری که یک کمی میخوام دربارش حرف بزنم، سردسازی و حالا بدام‌اندازی هم به یه معنی هستش. یعنی یه سری، من خیلی دوست دارم که بعضی وقتا اتم‌ها رو خیلی خیلی سرد بکنم، خیلی سرد، مثلا دمایش رو برسونم به میکرو کلوین، مثلا حتی پایین‌تر، میدونید؟ نه یک کلوین، یک میلیونیوم کلوین. و خب این خیلی دمای پایینه. سوال اینه که چجوری میخواید از این انرژی بگیرید. یکی از کارهایی که میشه انجام داد، حالا
به تدریج کارهای مختلف باید بکنید، هی سرد بکنید. یه مشت اتم معمولا اینا رو هم توی چیزای تعداد کم انجام میدن، یه مشت اتم رو میخواید سردشون میکنید. چه کار میکنید؟ یه مشت اتم اینجا دارید که اینا طبیعتا حرکت میکنن. این اتم ها هر کدوم حالا مثل همه اتم ها ترازهای مختلف دارن، از جمله یه ترازی که بسامد نور وابسته بهش هست اومگا ای، یعنی انرژی بینشون هست اشخط اومگا ای. حالا از اطراف لیزری میتابونن با اومگا ال که اومگا ال یک کمی بزرگتر از اومگا ای، خیلی نه ولی یک کمی بزرگتره. حالا این چی کار میکنه؟ این چه آدم ها چه کارهای هوشمندانه میکنن؟ اگر یکی از این اتم ها داره این سمتی میره، اتفاقی که میفته اینه که از دید این لیزری که داره میاد خاصیت دوپلری براش اتفاق میفته، این اومگا ال رو یک کمی بالاتر میبینه، اومگا ال رو یک کمی بالاتر میبینه، نزدیک میشه به بسامدی که خودش براش مناسبه تا الکترونش بره بالا. بنابراین خیلی راحت نور لیزری که از این ور میاد رو جذب میکنه و میره تراز بالایی، بعدن میارتش پایین، در یه راستای دلخواهی پخش میکنه که معلوم نیست چیه، ولی معنیش اینه که اتم هایی که اینوری میرن لیزرهای اینوری رو خیلی خیلی با بسامد مناسب تری میبینن، مناسب یعنی شبیه تر به اومگایی میبینن تا اون لیزرهایی که از اونور میان. پس به طور متوسط لیزرهای اینوری رو جذب میکنن و لیزرهای اونوری رو کمتر جذب میکنن. پس اتمی که سرعت زیاد اینوری داره کند میشه، اتمی که سرعت زیاد اونوری داره بازم کند میشه، چون اونوریه رو میبینه که چیزه بسامدش نزدیک شده بشه. پس اتفاقی که داره میفته اینه که این تو این محدوده هر کی سرعت داشته باشه به هر راستایی، حالا از اطراف ما داریم لیزر میتابونیم، هر راستایی سرعت داشته باشه این سرعتشو کم میکنه، یعنی انگار یک نیروی به طور مؤثر گذاشته متناسب با سرعت و خلاف سرعت و اینا، هی سرعتشون کم و کم و کمتر میشه. پس این مشت اتم من همینطور سرعتاشون کم میشه. اگر سرعتاشون کم میشه یعنی که هی داره دماشون میاد پایین و پایین و پایین تر. پس با این روش، بدون اینکه من در واقع حالا ما گرما گرفتن از چیزو خیلی کار سخت ما یه چیزی بهش نزدیک بکنیم، اینو در واقع من با قرار دادن لیزر مناسب که یک کمی بسامدش بزرگتر از بسامد مشخصه این اتم است تونستم یه کاری بکنم که این سرد بشه. خیلی کارهای دیگه ای میکنن، مثلا شبکه نوری میسازن که اتم ها رو توشون قرار بدن، با استفاده از لیزر یه جاهایی میسازن که اتم گیر بیفته و بعد اینو به صورت شبکه درست میکنن، شبکه مصنوعی درست میکنن از اتم ها. اینطور نیست که اتم ها با هم برهمکنش دارن، از بیرون من تنظیم کردم که این اتم اینجا باشه، این اتم اینجا باشه، این یکی اینجا، این یکی، و بعد کلی کار باش بکنن. بنابراین خیلی خیلی کاربرد و خیلی چیزهای مختلف داره. من هم اینجا قطعش میکنم، میرم سراغ فیزیک ذرات. خب فیزیک ذرات، بریم فیزیک ذرات. فیزیک ذرات خیلی چیز جذابیه. خب خب
نایمد بیا دیگه. آه یه اتفاقی داره نمیفته. خب من فکر کردم که عجب چون اینطوری میاد. درست شد؟ نه بکنم. درست. خب من فکر کردم یه چیزی شبیه به سمینار تور تهیه کنم برای فیزیک ذرات، برای اینکه ببینیم چه اتفاقی توش میفته. من چه یه نیم نگاهیه به فیزیک ذرات، ولی فکر میکنم که به عنوان دانشجوی فیزیک شما باید این چیزها رو حداقل در این حد خیلی ساده و داستانوار بدونید. حتی من یک کمی بیشتر از داستان میگم، ولی به هر حال باید اینو بدونید. من اول یکم میرم سراغ ایده های اولیه و این که ما چجوری ذرات پیدا کردیم، چیکار کردیم، اینجور چیزا، و بعد مدل استاندارد ذرات میگم. ما الان بعد از کلی تلاش آدما انواع اقسام چیزا کردن، یه مدلی ساختن به اسم مدل استاندارد ذرات که ما چه ذراتی داریم، چه برهم کنش هایی داریم، چیه، چه جوریه، اونو میگم. و یه کمی میگم اصلا چه جوری با این یعنی ابزار نظری که داشتیم و اینا رو درآوردیم چیه، که در واقع یه جوری از مکانیک کوانتومی بقا شروع میشه، اون چیز مدل استاندارد اگه بخوایم در نظر بگیریم. و اون وقت ما تقسیم میکنیم این که ما یه سری ذرات داریم و یه سری نیرو بینشون، این نیروهای بینشون رو اون وقت میتونیم بگیم و میبینیم که از یه چیزی میاد بهش میگن تقارن پیمانه‌ای. و این انواع اقسام برهم کنش ها رو اون وقت میتونیم ببینیم. برهم کنش هسته قوی هست، پس الکتریسته و هسته ضعیف هست، که این اون وقت تو یک نظریه الکترو ضعیف میایم. یه مکانیزمی هست به اسم مکانیزم هیگز و ذره هیگز که خب احتمالاً شنیدید. و بعد یه سری چیزا هست که یک کمی فراتر از مدل استانداردها، نوسان نوترینو هم میگم، ما اینو میدونیم. و در آخر هم ببینیم آزمایشگاهی که داریم چی هستن. پس من یه همچین روندی رو میخوام دنبال بکنم. تو کتابتون هم کم و بیش این حرفا رو زده، منتها حالا با یک شکل دیگه. ما یه ایده خیلی بزرگی داریم که از خیلی قبل بوده و اینکه می‌خواستیم بدونیم که دنیا از چی ساخته شده، یعنی سنگ بناش چیه، از کدوم عناصر درست شدن. خب یه وقتی آدما فکر می‌کردن که آب و باد و خاک و آتش و اینجور چیزا است، که البته خب خیلی خیلی ضرر زده بهمون، چون تقصیر ارسطو اینا هم هست بیشتر، که بقیه فکرها رو یه جوری کشتن. همون زمان آدم ها چیزهای دیگه هم فکر میکردن، نه به این فکری که الان، ولی درگیر صرفا این تصویر نبودن. یه مقدار ما گذشت، خیلی گذشت، رسیدیم به 200 سال پیش اینجور چیزا، حالا یکم و یکم بعدترش. و ما اومدیم دیدیم آها، عناصر یه چیزای مشخصه، مثلا عنصر طلا داریم، عنصر آهن داریم، عنصر نمیدونم هیدروژن داریم، عنصر اکسیژن داریم، اینجور چیزا رو داریم و بقیه مواد از اینا درست شدن. از چهار رسیدیم به یه چیزی بوده 100 تا، یه پسرفتی بود به هر حال. ما خود دوست داشتیم تعداد چیزامون خیلی کم باشه، ولی خب یه کمی شناختمون باعث میشد که دقیق تر باشه و چیزای زیادتر. یا ببینیم چرا این اینطوریه، یه چیزی بذارم زیرش شاید بهتر بشه. این برش آره ایدم اینه که از یه چیز کمی ساخته شده باشه، یعنی مثلا
ده تا چیز داریم، مثلا 100 تا چیز حالا اینجا داریم. باز این ببینید شما همه چیزی که دور و برتون میشناسی از این، حالا در واقع این 100 تا هم بیشترش بی اهمیتن، 30 تاشو نگه دارید تقریبا همه چی میدونید. اگه به کل عالم نگاه بکنید 3 4 تاش کافیه. 75 درصدش که چیزه، هیدروژنه، تقریبا 20 و چند درصدش هلیومه، این شد تقریبا 100 درصد، یه مقدار کمیش لیتیومه و بقیهش هم نیست. فقط ما اینجا اضافه ایم دیگه، میدونیم که چیزای دیگه ای ساخته شده. و تقریبا میدونیم این عناصر سنگینی که ما میشناسیم تو سطح زمین هست، همش توی فرایند انفجار ابرنواختری به وجود اومده. یعنی حتما یه ستاره متلاشی شده و ما باقی مانده اونا اومده یه جوری جمع شده و ما الان اینجا زندگی میکنیم از اون هست. خب ولی یکم بعد رسیدیم به 100 سال پیش، یکم پیشرفت کردیم، گفتیم اه چقدر جالب، الکترون هستش، همه اتم ها الکترون دارن، یه هسته داریم که بعد مثلا هسته رو فهمیدیم که توش پروتون هست و نوترون و سه تا چیزه، یه فوتون هم میذاریم سرش، اشکال نداره، 4 تا. و خب خیلی خوشحال بودیم، منتها همینطور که رفتیم جلو اوضاع خرابتر شد. ببین یکم قبل از 1900 شما الکترون رو دارید، بعد میرسید پروتون رو پیدا میکنید، 1931 نوترون رو پیدا میکنید، بعد بدبختی میاد الکترون مثبت یا پوزیترون رو گیر میارید، بعد یه سری چیز در میارید که اصلا نمیدونید چیه، میونه. اینا رو در میارید که اینا هم وجود دارن، ای بابا این دیگه از کجا پیدا شد. و بعد همینطور که میرید جلو چیزای دیگه پیدا میشه، پایون، کائون، دهه 50 60 اصلا ریخت به هم. همینطور پایون و لاندا و سیگما و کسی و نمیدونم چیزا. یه چیزی هم اینجا پیدا میشه خیلی مهمه، نوترینو. ببینید خیلی دیره، 1957 اینو پیدا شد، پاد پروتون، پاد نوترون. بعد اینجا میبینید که دیگه حرف کم میارن، مثل این کرونا بود که یواش یواش داشتن حرف کم میوردن، اینجا هم چیز شدن، نمیدونستن چه کار بکنن، دارن هی حرف کم میارن. و میبینید و تعداد زیادی دیگر، بذارید یه دونه اسلاید بریم جلوتر ببینیم تعداد زیادی دیگر چیه که نیستش، کلک زده بهتون. اینجا یه کمی آدم ها چیزتر میشن، اینا تعداد زیادی دیگر هستن، ولی توجهتون رو به چند تا چیز میخوام جلب بکنم. یه دونه اینجا داریم، اینجا عجیب، استرنج، 1965 تقریبا. یه دونه دیگه داریم، شگفت، این شگفت، این افسون، چارم، که حدود 1975. بعد یه دونه ته داریم، یه دونه سر داریم. این سر، این دیگه به سن من قد میده، اینو من به هوش بودم وقتی کشفش کردن. این یه مشت دیگه، چیزهای دیگه داریم که اصلا مهم نیست. این دوتا رو هم نگاه کنیم، W و Z، که اینا هم 1982 اینا کشف شدن. و خب حالا چه کار کنیم؟ بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، ولی به هر حال یه سری آدم ها یه چیز داشتن. این آخری هم هیچ که فکر کنم به سن شما هم قد میده، این شما هم به گوش بودید. و حالا هر کدوم از اینا هم داستان خودشو داره که چجوری کشف شدن. میدونیم ایده اصلی یه چیز شبیه به کاریه که رادرفورد کرد، که تشخیص داد آقا ما یه هسته‌ای داریم، یعنی یه سری چیز میفرستیم به سمت اون هدفمون، این به خاطر نوع پراکندگی که شده میتونیم تشخیص بدیم که این وسط چیه. هر چی میخواید برید ابعاد ریزتری رو بکاوید، باید با انرژی بیشتری بفرستید که انرژی بیشتر به مرکز نیرو بیشتر نزدیک بشه و ببینه چی میشه. این همه داستان فقط این نیستش که اینطوری بشه. مثلا نوترینو کشفش خیلی جالبه. کاری که کردن اینه که یه سری برهم کنشا بود، مثلا چون دو تا موجود رو به هم می‌زدن،
و بعد می اومدن تکانه اول و تکانه آخر رو بررسی میکردن. انتظار داشتن که خب تکانه آخرش برابر با تکانه اول باشه و در نتیجه اگر طیفش رو بررسی به انواع اقسام تکانه رو بیدن یه قلمبه خیلی تیز و مرتب توی یک پی سفری داشته باشه. این قلمبه رو میدیدن، ولی علاوه بر اون یه چیز پهنی هم میدیدن که تکانه کمتر از این هم میتونه داشته باشه و این کلی گیجشون کرده بود که شاید پایستگی تکانه برقرار نیست. اما پاولی یه وقتی یه کنفرانسی یه جای برگزار بوده، پاولی هم دعوت بوده، ولی پاولی یه جشنی هم دعوت بوده، ترجیح میده جشن رو بره، نمیره کنفرانس، ولی یه نامه می‌نویسه میگه آقا این نامه منو تو اون کنفرانس بخونید. و نامش این بوده که آقا اینو من اینطوری میتونم توصیف بکنم که یه ذره‌ای هست بدون بار و کم بر هم کنش که یه مقدار از تکانه رو با خودش میبره، برای همین هم هست چون حالتهای مختلف میتونه بگیره، این هم طیفش خیلی مرتب نیست، پهن میتونه باشه و اون یه چیز خونساییه، بهش میتونیم بگیم نوترون. و پیشنهاد داد که آقا پایستگی تکانه رو نگه داریم ولی یه ذره جدید بسازیم. آدم ها رفتن دنبالش گشتن، آقا راست میگه ذره بدون بار پیدا بکنیم، پیدا کردن نوترون. بعد این همون که پاولی میگه نیست. بعدن چه نظریه مناسبتری ساخت فرمی و به این موجوده گفت خونسا کوچیکه، نوترون یعنی خونسا، و اون گفت خونسا کوچیکه، توی زبان ایتالیایی هم میشه نوترینو و بعدن پیداش کردن. حالا من تمام این تاریخچه رو میذارم کنار، با همه این داستانا ما یه چیزی به دست آوردیم به اسم مدل استاندارد که اینه. آخرش ما داریم میگیم که کل دنیا، فعلا چیزی که داریم کل دنیا از اینا ساخته شده، همین است و دیگر هیچ. چی هست؟ یه موجوداتی داریم، این شیشتا، که بهشون میگن کوارک. ماده عمدتاً از اینا ساخته شده، یعنی U و D، کوارک بالا و پایین، اینا پروتون و نوترون رو درست میکنن. دو تا پروتون، دو تا U یه دونه D، یا دو تا D یه دونه U، پروتون و نوترون رو درست میکنن. باردارند، بارشون بار این دو سومه، بار این منهای یک سومه، اسپینشون یک دومه، در اینچه فرمیونن. مشابه این، حالا ماده ما در واقع تو این ردیف اینجا بیشتر باشه، اینجا هم الکترونه، اینا رو گفتم کوارکن، این شیشتایی که گفتم، شیشتا اینجا دیگه داریم که بهشون میگن لپتون. حالا چیا توش هستش؟ یه دونه الکترون هست و یه دونه نوترینو. این مجموعه بالا، پایین، الکترون، نوترینو، الکترون، تقریبا دنیای ما از این ساخته شده به همراه فوتون. خب ما چند جور دسته‌بندی داریم؟ بذار من یکی یکی دسته‌بندی رو. پس ببینید دنیای ما بیشتر از این ستون به علاوه این ساخته شده. اما این تیکه چیزایی هم که بهش میگیم کوارک، این تیکه چیزایی هم که بهشون میگیم لپتون، مجموعه این دوتا موجوداتی هستن که بهشون میگیم ماده. اینا ماده. حالا مشابه این ستون، یه ستون اینجا داریم که هر مثلا این سی این یوه، فقط جرمش فرق، این اس این دیه، فقط جرمش فرق میکنه، این میو این الکترونه، فقط جرمش فرق میکنه، این هم این اینه، اگر جرم داشته باشه فقط جرمش فرق میکنه. و یه نسل سوم هم اینجا داره. ما اینا رو شناخته بودیم، بعد یه ها یه چیزی دیدیم که توش اس داشت که گفتیم، تعجب کردیم و گفتیم یه چیزی به اسم عجیب، و مثلا یه قانون پایستگی باشه، این پایستگی عجیبی، هر چند تا عجیبی داشته باشیم، عجیبی ها نه کم میشه نه زیاد میشه، بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه.
وقتی اینو دیدن گفتن آقا کی سفارش چنین چیزی رو داده تو دنیا، آخه اینو از کجای دلمون بذاریم. ولی خب بعد این ستونم دیدیم و این ستونم دیدیم که اینا هم باز عین اینن، میشه نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، عین همان، فقط هر چی میریم اینورتر سنگین‌تر و در نتیجه ناپایدارترن. پس اینا شدن ماده. یه سری چیزا داریم برهم کنش. این موجوداتی که اینجا میبینید برهم کنش، این فوتونه و مسئول برهم کنش الکترومغناطیسی، این دبلیو مثبت منفی و زد مسئول برهم کنش هسته ضعیف هستند، و این یکی که گلوان ها هستند مسئول برهم کنش چیزن هسته ای هستند. اینا هشتان عملا. نگاه بکنید اسپین همشون هم یکه و برای همین اینا بوزونن. اونا همه فرمیونن، اینا همه بوزونن. یه موجود اضافه ایمونه که مسئول جرمه، این یه مسئولیت داره، اونم جرم، و تازگی هم کشف شده و جزء هیچ کدوم از اینا هم نیست، اسپینش هم صفره. و خب تمام این چیز میشه اون وقت چیزی که ما میشناسیم. یه موجودی هم هستش که خارج از مجموعه است که ما فقط تصورش کردیم، گفتیم آقا هر برهم کنشی که میبینیم انگار یه موجوداتی مسئولشن. پس لاوت گرانش هم که یکی از نیروهاست، یه چیزی مسئولشه، اسمشو گذاشتیم گراویتون. ولی ما نه تا حالا چیز نظریه خیلی شسته رفته ای که همه چیزش جمع و جور باشه داریم، نه آزمایش. بنابراین اینو فعلا بیرون از مدل استاندارد میشناسیمش. این چیزیه که ما الان میگیم دنیامون ازش ساخته شده، میشه مدل استاندارد ذرات. خب فقط این نیستش که برامون مهمه، برامون مهمه که چجوری قواعد حاکم بر اینا چیه، که چجوری اینا به هم ربط دارن. به عبارتی من باید وقتی مثلا می‌نویسم F مساوی با MA، F رو باید تعیین کنم که کی به کی چه نیروی وارد میکنه. توی یه قدم جلوتر احتمالاً دیدید بعضیاتون به جای اینکه F مساوی با MA بنویسیم یه چیز دیگه می‌نویسیم به اسم لاگرانژی که آخرش همون F مساوی با MA رو به اون میده. توی این چارچوب که ما داریم کار میکنیم خوبه که به جای اینکه یه چیزی مثل F مساوی MA بنویسیم بگیم لاگرانژی اینا چیه. و خب لاگرانژی اینا رو می‌نویسن، رو چی می‌نویسن؟ رو لیوان. میگن آقا اون ذراتمونه، اینم لاگرانژی مدل استاندارد. دیده میشه؟ نمیشه خیلی. چرا؟ میدیدم چیز خاصی نبود، نگران نباشید. یه اینجا این L که میشه لاگرانژی، من های یک چهارم F میونو به علاوه I سای بار دی سلش سای به علاوه همیوغ مختلط، این یکی هم سای هیگز سایه، این یکی هم هیگز به توان دوه، این هم پتانسیل هیگزه. این میشه لاگرانژی. حتی کلک میزنن، میدونیم مطمئن باشید که کلک میزنن. نمیشه لاگرانژی چیز رو توی یک لیوان نوشت مگر اینکه بگه آقا این منظور چنین چیزاییه توش. این لاگرانژی اصلی اینه. اگه راست میگن اینو توی لیوان بنویسیم آره رو آکواریوم حتما میشه نوشت. خلاصه این میگه که چه چیزی با چه چیزی چه برهم کنشی میکنه. پس ما الان چیزی که دیدیم اینه که یه سری کوارک ها و لپتون ها داریم که مادن، یه سری برهم کنش داریم الکترومغناطیس ضعیف و قوی که اینا یه سری ذره مسئولشون بودن و هیکس که جدا از این چیزه. حالا من یکی یکی سعی میکنم بعضی از این چیزها رو نگاه بکنم
و آها این که سه تا نسل هم داریم هم گفتم و این که آها ببین پروتون اینطوریه، سه تا یو داریم یه دونه دی داریم و نوترون دو تا دی داریم یه دونه یو داریم و گفتم هنوزم گرانش رو ما چیز نکردیم، داخل این داستان نیوردیم. جان هسته‌ای و الکترومغناطیس، هسته‌ای هم دو جوره دیگه. ما چهار تا نیروی اصلی داریم دیگه، چهار تا نیروی اصلی داریم، نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی. دو تا آره پروتون ها با هم هسته، ببین کوارک ها با هم هسته قوی دارن. ببین برگردم من اینجا اینا تو نیروی هسته قوی شرکت میکنن، این مستطیلی که کشیده شده اونایی که توی هسته قوی شرکت میکنن. این مستطیل ذرات باردارن که توی الکترومغناطیس چیز میکنن، البته اینا هم شرکت، این دوتا هم شرکت میکنن وقتی اینکه باردارن، بنابراین نوترینوها که بدون بارند توی برهمکنش الکترومغناطیس شرکت میکنن نه هسته‌ای، فقط هسته‌ای ضعیف که نیروی واقعا ضعیفیه. هسته‌ای ضعیف، حالا چیزی که میگن، حالا بخوام چیز بکنم، این هسته‌ای قوی اون چیزیه که هسته رو در واقع به خودش، یعنی اون پروتون نوترون رو به هم میچسبونه. هسته‌ای ضعیف چیزیه که مثلا باعث میشه ما واکنش‌های رادیواکتیو داشته باشیم، اون چیز در واقع هسته ضعیف، واکنش رادیواکتیو که مثلا میتونه پروتون رو تبدیل به نوترون بکنه، یک پروتون تبدیل به نوترون میشه و بعد یه الکترون و یه پاد نوترینو میاد بیرون و این مسئول چنین اتفاقی نیروهای هسته ضعیف اینا که به نسبت این دوتا نیرو خیلی ضعیف‌ترن. برای همین نوترینوها که فقط هسته ضعیف دارن خیلی کم برهم کنشن میشه، مقدار زیادی نوترینو از خورشید میاد به زمین میرسه و همشون رد میشن میرن از زمین، رد میشن میرن اونجا. توی اینجا این دوتا خط هیگزن که نمیبینیشون. بذاریم من یکم حرف میزنم که هیکس چیه. خب حالا ابزار ریاضی که ما برای اینا توصیف میکنیم در واقع مکانیک کوانتومی، منتها به یه شکل خاصی که بهش میگن نظری میدان کوانتومی. در واقع ما حالا تا حالا مکانیک کوانتومی برای یه دونه ذره به کار بردیم، میتونیم برای یه دونه تار مرتعش انگار مکانیک کوانتومی به کار ببریم. خب یه کمی پیچیده تر میشه به خاطر اینکه متغیرمون قبلا یه دونه مثلا مکان یه ذره بود، حالا یه یویه که یو جا به جایی این تنابه در نقطه ایکس، بنابراین بی نهایت تا چیز دارید، بی نهایت تا موجود دارید که اینا میتونن نوسان بکنن و برای همین اصطلاحا بهش میگیم نظری میدان و باید کوانتومی بررسی بکنیم بهش میگم نظری میدان کوانتومی و همین باعث میشه مقدار زیادی دردسر بکشیم. ولی حالا من خیلی وارد این دردسرها نمیشم. مثلا میتونید ببینید که اگر معادل موج برای این بنویسیم، معادل موج هست مشتق دوم یو نسبت به زمان مساوی با سی دو مشتق یو نسبت به مکان، و اون وقت اگر ای به توان آی که ایکس منهای اومگا تی رو به عنوان یو بپذیریم، میبینیم که اومگا میشه سی کی و اگر دو طرف تو اچ خط ضرب بکنیم انرژی مساوی با پی سی رو میده، یعنی یه ذره بدون جرم رو برامون میده. این توصیف یه چیزی شبیه به فوتون
میتونه از یه چیزی شبیه به این سر و کلهش پیدا بشه. از اینا می‌نویسم، فقط باید حواسمون باشه که این یوها خودشون دیگه یه عدد نیستن. یوها در میاد که هر کدوم یه عملگرن و داستان پیچیده میشه و بر اساس این میتونید لاگرانژی بنویسید. اون لاگرانژی هایی که من نوشتم از این جنسه که میخوایم یه همچین معادل موجی در بیاریم. وقتی من یه همچین لاگرانژی مینویسم که یوم هم به مکان هم به زمان وابسته است، خب ممکنه بگید خب حالا این بدون جرم بود، اگر جرم دار باشه چی؟ و جوابش اینه که خیلی سخت نیستش. اگر لاگرانژیه را یه دونه جمله، حالا من سی رو باید اینجا مینوشت، ام دو سی چهار باید مینوشتم، اینطوری بذارید، اون وقت معادله ای که برای انرژی و چیز در میاد اینه که ای دو هست پی دو سی دو به علاوه ام دو سی چهار و این لاگرانژی که میتونه برای ذره جرمدار بنویسه. اما خیلی چیزای ساده ای رو من نوشتم، چون این موجود موجودی که اسپینش صفره، یعنی برای هیچ چیز اگه بخوایم بنویسید این چیزا میتونه خوب باشه ولی برای ذرات دیگه چیز نیستش. اما این همه اینایی که من تا حالا نوشتم، لاگرانژی هایی که نوشتم، برای یه ذره بوده که آزاد بوده. اگر بخوان چیز بکنن ذره رو غیر آزاد بکنن، اون وقت بعد به جای یو به توان دو یه چیزایی مثل یو به توان چهار داشته باشن. این میشه خود ذره با خودش اجوری برهم کنش میکنه. اما خیلی وقتا مثلا این سای مال دو تا الکترونه و ای مال یه دونه فوتونه، این یه همچین برهم کنشی توی چیز به وجود میاد. ما یه چیزایی ساختیم به اسم نمودارای فاینمن، فاینمن ساخته، خیلی خیلی چیز جذابی از آب در اومده، راحت میشه حساب کتابا کرد و تعبیرش اینه انگار یه الکترون میاد یه فوتون میده و بعد جهتش عوض میشه یه طرف دیگه میره. این تعبیریه که انگار ما چیز داریم و این که سایه ای سایه یه رأسی داریم که دو طرفش سایه یه طرفش ایه و ما اینطوری میکشیم. این خط موجیه رو معمولا برای فوتون میکشه. بعد میخوایم بگیم دو تا الکترون با هم برهم کنش میکنند، اینطوری میگیم یه الکترون میاد یه فوتون میده خودش جهتش عوض میکنه، این فوتون رو یه الکترون دیگه میگیره و اونم جهتش عوض میشه. از این طریق دو تا الکترون دارن با هم برهم کنش میکنه. همین تعبیر رو ما برای نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی داریم، فقط به جای فوتون اون وسط باید چیزایی از جنس حالا اون W ها و Z بذاریم برای نیروی ضعیف و یه چیزی از جنس گلون بذاریم برای نیروی قوی. و میتونید ببینید که انواع اقسام نمودارهای فاینمن میشه کشید که چجوری چیا با هم چجوری برهم کنش بکنن و یه چلم شوربایی میتونه بشه و یه دردسرهایی هستش که من واردش نمیشم. اما همه این برهم کنش ها رو با یک نگاه دیگه هم میشه نگاه کرد و اینکه اینا همشون ناشی از اینه که یه تقارنی داریم که بهش میگن تقارن پیمانه‌ای. شاید بعضیاتون دیده باشید تقارن پیمانه‌ای تو الکترومغناطیس. ما تو الکترومغناطیس یه دونه پتانسیل داریم و یه دونه پتانسیل برداری که از روش میدان‌ها رو می‌سازیم. ولی میشه این پتانسیل‌ها رو یه کمی دست زد. مثلا اگر A داشته باشید A رو با یه دونه گرادیان یه تابع دلخواه جمع زد و پتانسیلش دردهی هم با مشتق زمانی اون جمع زد به شکلی که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عوض نشه. به این میگن آزادی پیمانه‌ای. خب و این تقارن پیمانه‌ای رو اگر بخواید نگاه بکنید از این به وجود اومده که ما توی کوانتوم اگر نگاه بکنید من میتونستم یه فازی دارم، مثلا یه تاب موج توی فاز ضرب بکنم اتفاقی نمیفته. حالا اگر این فازه رو به جای اینکه در همه نقاط مثلا یه سایه ایکس دارم، سایه ایکس رو همه جا در یه دونه ای به توان آی فی ضرب بکنم، ای به توان آی فی که نقطه به نقطه عوض میشه، یعنی ای به توان آی فی ایکس ضرب بکنم، اون وقت میبینم یک راست میرسم سراغ الکترومغناطیس. پس فاز من میتونستم تقارن فاز دارم توی مکانیک کوانتومی
و یه جوری این از این تقارنه میتونم الکترومغناطیس رو در بیارم و این اتفاق واقعیه. حالا آدم ها نشستن گفتن خب من تقارنی که فاز داره چیه؟ تقارن فاز اینه که روی یه دایره‌ای بچرخی، روی دایره‌ای بچرخی و یه دونه ای به توان آی فی داشته باشی، ای به توان آی فی. ای به توان آی فی رو چجوری تعبیر کردن؟ گفتن ای به توان آی فی همه ماتریس های یک در یکی هن که یکانی هن، یعنی همه ماتریس هایی که اگر ترانهاده شون رو ضرب در خودشون بکنید میشه یک. خب ای به توان آی فی یه بودیه، یعنی یک در یکه، یه عدد بیشتر نیست. چیز سلیمش رو بگیرید میشه ای به توان منفی آی فی، ضرب در خودش بکنید میشه یک. و به یه همچین چیزی میگن گروه U1. گفتن خب ما الکترومغناطیس رو از U1 در آوردیم، شاید بشه با همین روش چیزهای دیگه ای پیدا کرد. اون وقت اومدن دستبندی کردن این الکترون و پروتون، آره در واقع کوارکا و اینا رو مثلا توی زوجای دوتایی قرار دادن. ما وقت ماتریسی که روشون اثر میکنه ماتریس 2 در 2ه و بعد گفتن خب پس به جای U1 باید بریم سراغ U2. و البته به خاطر چیزای SU2 یعنی دترمینان این ماتریس هم واحد باشه. پس یه تقارن دیگه پیدا کردن SU2 که توی معادلاتشون میتونه باشه و بعد SU3. این که اینا چی هن من خیلی نمیخوام، شما قرار نیست الان بفهمید، ولی یه همچین چیزایی وجود داره. و اون وقت با استفاده از این تقارن گفتن که تقارن U1 مال الکترومغناطیس ضعیف SU2 و قوی SU3 در میاد و همه چیو خیلی خوب و قشنگ توصیف میکنه. بذارین برهمکنش قوی رو بگم. یه عدد کوانتومی داریم که عدد کوانتومی رنگه که بهمون میگه که چقدر این مثل بار که میگه چقدر اینا به هم نیروی الکترومغناطیسی وارد میکنن، اینا چقدر نیروی چیز وارد میکنن. و اینا رنگ، منتها ما بار مثبت و منفی داریم، اونجا 3 جور بار داریم که تعبیر میکنن به سبز و قرمز و آبی. و یه خاصیت خیلی عجیبی داره هسته ضعیف. ببین ما الکترومغناطیس وقتی دور میشه دو تا جسم از هم، اینا نیروهاشون از هم کم میشه، ولی چیز برعکسشه. حالا بذارید اینو با یک چیز بگم. یه اثری داریم مثلا تو الکترومغناطیس پوشانندگی. اگر توی یه دونه مثلا محیط الکترولیت یه بار مثبت بذارید یا یه بار منفی بذارید، اون وقت این الکترولیت مثبت منفی یه جور خودشون رو چیز میدن که اثر پوشانندگی به وجود میاد. یکی از دور نگاه کنه درست اون بار وسطیه رو نمیبینه. توی سطح کوانتوم اگه نگاه کنید، این اثر به وسیله به وجود اومدن زوجهای مثلا الکترون پوزیترون به وجود میاد و باعث میشه یه بار خالص مثلا منفی بذاری اونجا، عملا کل بار دیده نشه. ولی تو هسته برعکسه که بهش میگن آنتی اسکرینینگ، یعنی دورتر انگار اتفاقای بدی میفته، یعنی دو تا ذره رو نزدیک به هم بکنیم، این اثر پوشانندگی وجود نداره، دور که بریم یه همچین چیزی وجود داره. دو تا ذره رنگدار رو بگیرید، اینا رو از هم دور بکنید، اول زیاد کاری به هم ندارن. هرچی دورتر بکنید اینا بیشتر به هم کار دارن و میخوان به هم نزدیک باشن. یه چیزی مثل نیروی فنر، یعنی فنر اول خب نزدیک هیچ نیروی وارد نمیشه، هرچی زیادش بکنید نیرو زیادتر میشه. انقدر این نیرو زیاد میشه میگه آقا خیلی خب برای من میصرفه که یه دونه زوج اینجا درست بکنم، این به این بچسبه، این به این بچسبه، بیرنگ بشن و از هم جدا بشن. و برای همین اتفاقی که توی هسته قوی میفته اینه که ما موجودات مجزای رنگدار نداریم،
یه موجودی که کلن بار مثلا قرمز داشته باشه، آبی داشته باشه، سبز داشته باشه. حتما یه جوری این رنگا همدیگر رو خنثی کردن. دو جور این رنگا همدیگر رو خنثی میکنن، یا سه تا رنگ متفاوت کنار هم میان که اون وقت میشه بیرنگ، یا یه رنگ و یه دونه پادرنگش میاد. تو اولیه مثلا تو پروتون نوترون اتفاق میفته، دومیه توی مزونهایی مثل پیون رخ میده. خب من فکر کنم دیگه وقتمون تمومه، من اینجا قطعش میکنم، بقیهش رو میذارم برای جلسه بعد. یه سمینارتور شبیه به اینم تقریبا آماده کردم برای کیهانشناسی، درچه نصفه این و کیهانشناسی رو من یک شنبه میگم، بعدش میریم سراغ زندگیم. خیلی خوب.